سلام دوستان، یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. میخوایم یه دیوار طراحی کنیم، البته تکنیک طراحی دیواره که حالا شما با هر نوع دیواری که دلتون بخواد دیگه با این تکنیک میتونین رسم کنید. فقط اینکه ابعاد دیوار حتما خاطرتون باشه که قبلش از این قسمت کاستماز و یونیت ستاپ میلیمتر رو انتخاب کرده باشین و این ابعاد رو حالا حدودی من این ابعاد رو وارد کردم نسبت به تکسچری که وارد میکنین مهم هستش و این تعداد سگمنت هم حتما لازمه براش وارد کنین تا بعد ببینیم که به اصطلاح چه کاری انجام میدیم. و ما میخوایم دو نما از این دو به اصطلاح قسمت از این به اصطلاح دیوارمون رو تو رندر داشته باشیم. یه مودیفایر انتخاب میکنیم که فقط این دو قسمت باشه و اگر خواستیم میتونیم تمام دیوارا رو درگیر کنیم. و مطلب دیگه هم که هست، در قسمت با یه در آخر قسمت با یه مودیفایر آشنا میشیم که به درصدی که میخوایم ورتکس ها رو تعدادش رو کم میکنه به نسبت پولیگون ها رو هم، و اینکه بدون حالا با کمترین افت دیتیل کلی از ورتکس هایی که حالا خیلی تاثیر ندارن تو جزئیات رو حذف میکنیم، و اینکه سایتی که میتونیم ازش تکسچر دانلود کنیم رو هم باش آشنا میشیم. البته یکی از سایت هایی که فکر کنم خیلی خوبه تو این زمینه. خب حالا مودیفایر اول میش سلیکت هست که انتخابش میکنیم و مثلا ما نمای F رو انتخاب میکنیم، مثلا تو وای فریم درش میاریم، به اصطلاح قسمت سلیکت آبجکت رو انتخاب میکنیم و چون تعداد زیادی بهش سگمنت دادیم یه خود کارمون سخت میشه. پولیگون رو انتخاب میکنیم، ایگنور بک فیس و این قسمت رو انتخاب میکنیم و مثلا نمای حالا لفت یا رایت رو هم انتخاب میکنیم و این قسمت رو انتخاب میکنیم، کنترل رو نگه داریم و بعد به این صورت ما این دو قسمت رو انتخاب میکنیم. قسمت پایین رو هم Alt رو نگه میداریم و این قسمت رو هم پاک میکنیم، از حالت انتخاب خارج میکنیم که خیلی درگیر نشه، شکلمون هم سنگین نشه. حالا مودیفایر بعدی که میخوایم باش کار کنیم UVWMap هست که خیلی تو زمینه تکسچر خیلی کاربردیه و اهرمه برای اینکه بتونیم دقیق اون تکسچر رو حالا با اون ابعاد خاصش رو این ابعاد بتونیم پیاده کنیم. برای این کار از UVWMap استفاده میکنیم، قسمت باکس رو انتخاب میکنیم و باید که فیت باشه و حالا میریم بیت مپ رو انتخاب میکنیم و حتما توجه داشته باشین که به اصطلاح تکسچری که انتخاب میکنی حتما دیسپلیس بشه، برای دیسپلیس ساخته شده باشه چون که خیلی مهمه و ما در غیر این صورت نتیجه دلخواه رو نمیده. میشه از تکسچرهای دیگه استفاده کرد ولی نتیجه دلخواه رو دیگه نداره. خوب و حالا میریم سراغ یه توربو اسموت اد میکنیم، مودیفایر توربو اسموت و حالا سه مقدار بهش میدیم تا بعد ببینیم که به چه صورت در میاد. و مودیفایر بعدی دیسپلیس هست که اصلا مودیفایر اصلیمونه. فقط این تغییرات رو اینجا حتما اعمال کنیم، قسمت رو چک کنیم رو سنتر باشه و قسمت بعدی که پلینره و قسمت رو بذاریم باشه و ما قسمت مپ رو انتخاب میکنیم. یه میتونین عکس رو درگ کنیم و
و حالا انتخابش میکنیم. حالا میتونیم مقدارش بدیم. البته اینجا باید بخوره حتما. و دوستان حالا در حالتی که روی میز ما هستیم، این قسمت های سیاهی که دیدید و از بین بردیمش، تو این قسمت تو قسمت سنتر باید انجامش بدیم. حالا یه مقدار بیشتر میکنیم سلا این برجستگی ها رو، مقدار بیشتری بهش میدیم، سختیش رو بیشتر میکنیم. و این قسمت اگر یک همچین مشکلی دیدین، مثلا بدونین که حالا تو کارهای بعدی بدونین که از این قسمت به طرف میشه، این سیاهی که تو قبل دیدید و بعد این قسمت مقدار بدیم و که مقدار مناسب برسیم تا دیگه بریم سراغ ادامه کار. و این هم طرحیه که یه مثلا دیوار، چون مال زمان مثلا خیلی قرون وسطاست که حالا چقدر بخوایم یه سلیقه هستش دیگه. حالا میتونین انواع دیوارها رو داشته باشین، دیوارهای حتی گرد گوشه، دیوارهای به این صورت و حتی دیوارهای به صورت آجور رو میتونین با این تکنیک اجرا کنین. و تو این قسمت هم اگر هر کدوم از این قسمت ها اصطلاح این قسمت ها اگر چین خوردگی داشته یا به اصطلاح خوب نمایان نمیشه به خاطر اینکه قطر را فرق میکنه، میتونیم با گیزما اسکیل به این صورت تغییر بدیم و به اون به اصطلاح تناسبه که مورد نظرمون هست برسیم به این صورت. و امیدوارم از این ویدیو استفاده کرده باشی و تو کاراتون بتونین انجامش بدین. و در آخر این قسمتی هم که صحبت کردیم می سلکت، میبینین که باعث میشه ما فقط تو این قسمت ها به صلاح این تغییرات رو داشته باشیم و این قسمت ها نباشه. حالا به خواسته خودتون اگر میخواین برش گردونین، استفاده مش سلکت این خاموشش میکنین و میبینین که دو تمام قسمت ها. حالا مودیفایری که در آخر میخواییم باش کار کنیم، گفتیم که برای اینه که هم دیتیل داشته باشیم، هم یه سری ورتکس هایی که حالا ممکنه استفاده نداشته باشن یا خیلی تو دیتیل ما تاثیر نداشته باشن رو میایم حذف میکنیم بدون اینکه به جزئیات اون صدمه بزنیم. خب پروپتیمایزر هست و از توی مودیفایر رو ادش میکنیم و به اصطلاح میایم اولین کاری که میکنیم کلکولیت میکنه و محاسبه میکنیم و زمان بره تا تعداد ورتکس ها و فیس ها هم پولیگون ها رو به همون بده. خب بسید این محاسبهش تموم شد، بینیم تعداد مثلا ورتکس ها و تعداد پولیگون ها هست و ما میایم تو این قسمت یک مثلا درصدی رو وارد میکنیم که نه بخواییم افت کیفیتی داشته باشیم و نه و همین که مثلا پولیگون‌های اضافه یا ورتکس‌های حداقل داشته باشیم.
خب ببینید تو این مقدار وقتی که 35% رو وارد میکنیم این تعداد به اصطلاح تعداد بیفور افتر داره، این تعداد به اصطلاح ورتکس و این تعداد فیس برامون میمونه. و دوستان این هم سایتی بود که گفتم و این تکچری که من دیسپلیسش رو دانلود کردم، حتما یادتون باشه دیسپلیس دانلود کنیم نسبت به هر کاری که میخواین، حتما همون چیز مربوطه رو تکسچر مربوطه رو دانلود کنید. این هم سایت هست و خیلی سایت خوبیه با کیفیت خیلی بالا و تمام به اصطلاح تکسچرهای لازم با هم داره و میتونید دانلود کنین استفاده کنین. نظرتتون رو هم بنویسین، ویدیوهای دیگر هم نگاه کنین. تا ویدیوهای بعدی مراقبت کنین. تا بعد.